بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم. سمستر پنجم. جلسات گذشته عناوین خیلی زیاده گرفته بودیم و اگر دقیقا بیاد داشته باشید، جلسه گذشته عنوان داشتیم کیفیت و قسمت الغنائم، غنائم چگونه تقسیم می شود. بعد از اینکه مسلمان ها ثابت قدم ماندند، پای مردی کردند، در جنگ ایستادگی کردند و کامیابی به دست آوردند و غنیمت به دست آمد، این غنائم چگونه تقسیم می شود. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزل الله على رسوله. و پنج حصه تقسیم میشه. یک حصه از آن الله و پیامبرش و چهار حصه دیگر در بین غانمین و مجاهدین تقسیم میشه. حالا در رابطه با تقسیم بعد از تحلیل لفظی، حکم دوم چگونه خمس در بین کسانی که غنیمت میگیرند در بین مجاهدین تقسیم میشود. در اینجا گفتیم که یک پنجم از آن الله و پیامبر. نام الله برای تشریف و برای تکریم و به خاطر بزرگی آن آمده است. الله متعال به غنیمت، به خمس، به هیچ چیز نیاز ندارد. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرمود که با فوت رسول گرامی اسلام، سهم ایشان هم دیگر وجود ندارد، از بین رفت. و با فوت رسول گرامی سهم ذوی القربا هم دیگر وجود ندارد. پس سه کتگوری دیگر باقی ماند. کدام سه کتگوری؟ اولی طور بود الله، رسول، ذوی القربا، یتاما، مساکین، ابن سبیل. شش تا. الله و رسول و ذوی القربا را که از مصارف خمس کم کنیم میماند یتاما، مساکین، ابن سبیل. به بین این سه دسته و سه کتگوری از مسلمان ها تقسیم میشه. البته امام مالک رحمت الله علیه نظر دیگر داشت. امام مالک میفرمود که نام یتیم و مسکین و ابن سبیل مسافر به طور مثال آمده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه امیر، حاکم، خلیفه و پادشاه مسلمان ها هر طور که لازم میدید در خمس اعمال میکند و تصاحب میکنه و هر طور که لازم میدید آن را تقسیم میکنه. دلایل مالکی ها صفحه 238 به 239 کتاب شما آمد. 3 4 5 حدیث است که نشان میده رسول گرامی اسلام احیانا به مجاهدین دادن، احیانا آن را در آزادسازی اسرا استفاده کردن و احیانا به کارهای خیر دیگری. حالا حکم دیگر داریم. جلسه امروز ما غنایم به طور عموم چگونه تقسیم میشه؟ خمس نه. گفتیم که کل غنیمت به 5 حصه تقسیم میشه. یک حصه از امام هست 20%. 80% دیگر از مجاهدین. بین مجاهدین چگونه تقسیم میشه؟ حالا از ظاهر آیه کریمه دانسته میشه که به همه داده میشه. وعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. یک پنجم از آن الله و پیامبر، بقیه بین مجاهدین تقسیم میشه. اما با مراجعه به سنت رسول گرامی متوجه تقسیم دقیق می شویم. خاطر اینکه یک از وظایف پیامبر بزرگ لتبین للناس ما نزل الیه، تا آنچه برای مردم نازل شده را برایشان واضح بسازی و آشکار بگردانی و توضیح بدهی. عمل رسول گرامی واضح کننده است، مبین است، توضیح میده. در صحیح بخاری از عبدالله ابن عمر روایت شده که رسول گرامی اسلام غنیمت ها را چنین تقسیم کرد: جعل للفارس سهمین، جعل للفرس سهمین و لصاحبه سهمین.
اگر کسی مجاهدین که اشتراک میکنن به دو کتگوری هستن، به دو دسته است، یک عده اسب سوار و یک عده پیاده. پیامبر علیه السلام برای اسب دو سهم میدادد و برای اسب سوار، کسی که صاحب اسب بود، مجاهدی که بر آن سوار بود، یک سهم، یعنی سه سهم برای اسب سوار و یک سهم برای کسی که پیاده بود است. این روایت امام بخاری است، اما جمهور فقها طور دیگری میگویند. جمهور فقها میگویند که برای اسب سوار دو سهم داده بشه و برای راجل پیاده یک سهم داده بشه. حالا چرا برای اسب سوار بیشتر؟ به خاطر اینکه اسب مصارف خاص خود را داره. اسب جا میخواهد و به هر حال نگهبانی خاص میخواهد و یک نفر میخواهد که آن را، حتی قیمت خاص دارد. و فعلا هم کسانی که در تانک دارن و زرهی دارن و اینها یک سهم بیشتر باید داده بشوند و کسانی که عادی هستن و پیاده هستن سهمشان کمتر باید بشه. جمهور فقها میگویند برای اسب سوار دو سهم و برای پیاده یک سهم. یک قول جمهور است. حکم چهارم، هل الآیت هذه ناسخة للآیت السابقه؟ آیا این آیت، آیت در سما کدام آیت؟ وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. آیا این آیه، آیه قبلی، آیه قبلی کدام آیه است؟ آیه اول سوره انفال، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. ما همونجا هم توضیح داده بودیم. آیا آیت 41 سوره انفال آیت اول این سوره را نسخ کرده است؟ هل الآیت هذه ناسخه للآیه السابقه؟ گفتیم که نسخ در کار نیست. در آن آیه، در آیه اول اجمالا ذکر شده بود و در این آیه، آیه 41، تفصیل آن آمده است. بله، برای مجاهدین غنیمت سپرده میشه، حکم به دست الله است که هر طوری خواسته باشد تقسیم کنه. در آیه اول چی آمده بود؟ هر آنچه که در جنگ به طور غنیمت میگیرید مرد آن به سوی الله است، یعنی الله متعال هر طوری که خواست آن را تقسیم. در آیت 41 توضیح داده که بله این گونه تقسیم میشه، 4 حصه از مجاهدین و 1 حصه از خلیفه و قائد مجاهدین باشه. پس نسخ در کار نیست. به طور عموم تلاش میکنیم خیلی وارد نسخ نشویم. به طور عموم این وظیفه ما است، این تلاش ما است. برخی از مفسرین هر جایی که متوجه نشدن، نتوانستن تطبیق بدن، یک آیت را ناسخ اعلان کردن و یک آیت را منسوخ اعلان کردن. اما محققین از جمله شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه و خیلی از محققین دیگر خیلی کم به نسخ رو می آورد. در تمام قرآن کریم 4 یا 5 جا رو منسوخ میگویند، بقیه جا یک جا رو خاص میکنند، یک جا رو عام میکنند، یک جا رو مطلق میکنند، یک جا رو مقید میکنند، یک جا رو اجمال میکنند و یک جا رو تفصیل میکنند تا اینکه به نسخ کمتر رو آورده شود. خلاصه آیات کریمه ماتر شد و الیه الآیات الکریمه. اولا التشریع لله سبحانه و لیس لأحد ان یشرع من تلقاء نفسه. تشریع و قانونگذاری ویژه الله رب العزت است. برای هیچ کس اجازت نیست که از نزد خود تشریع و قانونگذاری داشته باشد. حتی پیامبر هم شارع نمی باشد. پیامبر مبین هست. پیامبر توضیح دهنده هست. رسول گرامی اسلام، اگر احیانا ما پیامبر علیه السلام را هم شارع می گوییم، صرف مجازن هست، ورنه شریعت گذار خود رب العزت می باشد. تشریع ویژه الله متعال. هیچ کس نمی تواند که شریعت گذار باشد. خصوصا می بینیم که کارتای سبز و سرخ خود را بالا و پایین می کنند. اولا به طور عموم اینها فقیه گفته نمی شوند که متوجه قضایا باشند. بالا اینکه فقیه باشند، وقتی که حکم در شریعت اسلامی وجود داشت، دیگه کسی نمی تواند در برابر آن قانون گذاری نماید. تفصیل را در نظام سیاسی اسلام پیدا کنید. کتاب هست، همین انتشارات زیر پنتون شما داره، انتشارات قدس هم دارد. نظام سیاسی اسلام و بالاخره در آنجا متوجه میشین که فرق بین تشریع آسمانی
و این تشریح ها و قوانین وضعی چیست. دوم، الخمس یصرف فی سبیل الله و فی المصارف التي اشارت الیها الآیات الکریمه، خمس در راه الله مصرف می شود، در مصارفی که آیت کریمه به آن اشاره کرد، یعنی به ایتام داده می شود، به فقرا و مساکین داده می شود، به در راه ماندگان داده می شود. و طوری که امام مالک امام دارالهجره فتوا داده بود، در مصالح جیش و مصالح عمومی مسلمان ها مصرف می شود، اسیر آزاد می شود توسط آن، برای مسلمان ها اعتاد سلاح و وسایل جنگی خریداری می شود و در کارهای عام المنفعه به مصرف می شود. سوم، الغنایم توزع بین المجاهدین حسب ما شرع الله و فصله الرسول علیه السلام. غنایم بین مجاهدین چگونه تقسیم می شود؟ بر اساس آنچه رب العزت مشروع کرده است، قانون گذاشته است و بر اساس آنچه رسول گرامی اسلام توضیح داده است. پس مرد توزیع غنایم به سوی الله است و توضیح آن را کی برای ما آورده؟ رسول گرامی اسلام آورده است. چهارم، علی المؤمن ان یمتثل امر الله و یطیع رسوله فی کل شؤون الحیات، بر مسلمان لازم است که در برابر فرمان الله امتثال بکند، یعنی فرمان الله را بپذیرد، قبول کند و در تمام کارهای زندگی از پیامبرش فرمان برد، وظیفه مؤمن است. پنجم، یوم بدر هو یوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، روز بدر همان روز فرقان است. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، روزی که دو جمع گروه مسلمان ها و گروه مشرکین در بدر رویارو شدند. در این روز رب العزت بین حق و باطل فرق گذاشت و بالاخره مسلمان ها را کامیاب کرد. خلاصه آیات کریمه این درس، این عنوان ما، عنوان کیفیت و قسمت الغنائم. حالا یک عنوان جدید داریم، عمارت المساجد. عمارت به معنای آبادانی، آباد کردن مساجد. صفحه 240 کتاب شما، کتابی که دست من هست، البته همه شما همین کتاب رو دارین، از سمسترها گذشته داشتیم و تا سال که فارغ شوین همراهتان خواهد بود شان. آبادانی مساجد، آباد کردن مساجد. ما دو نوع آباد کردن مسجد داریم. یک آبادی ظاهری. آبادی ظاهری چطور است؟ که یک کس مبلغ میپردازد، یک کس کار میکند، یک کس خشت میخرد، یک کس سمنت میخرد، یک کس آهن، بالاخره مسجد اعمار میکنند و درست میکنند. بله، فلان قوم و فلان محله برای خود مسجد درست کرد. و خیلی بد است که ما همیشه منتظر باشیم تا دیگران بیایند برای ما مسجد درست کنند. یک دی از همین پولهای خارجی ها برای خود مسجد درست کرد. یک دی همیشه درخواست دارند عرب ها برای ما مسجد درست کرد. برادر، همینطور که خانه خود درست کرده میتونی، تو به تنهایی 5 طبق خانه درست کردی، چندین دکان درست کردی، موارد دیگری کردی، آیا مسجد درست کرده نمیتونی؟ و تازه هر خانه یک مسجد نمیخواهد، هر 3-4-5 خانه هم یک مسجد نمیخواهد. شما در محله علالاقل 30-40-50 خانه است، هر کدام کافی است که 21 آنچه به خانه شخصی خود مصرف کردین به مسجد مصرف کنید. 21، 5% آنچه در خانه شخصی خود خیلی راحت 30-20 لک مصرف بکنن بطور. یعنی این گفتم جی پی حتی متوسط گفتم، برخی خیلی بیشتر هم مصرف بکنن. 5% آن را به مسجد مصرف کنید. 50 خانه هستید بهترین مسجد باشه. چرا همت های خود را پایین میگذاریم؟ همیشه عرب ها برای ما مسجد درست کنید، درخواست نوشته میکنن و برای اینجا برو اینجا برو، نیاز نیست این کارها را کسی انجام بده، فقط کم همت میخواد. به فکر آینده فرزندان خود باشید. مسجد سنگر است، فرزندان را با سنگر آشنا بسازید. برون در آنجا قرآن یاد بگیرند، در آنجا علوم دینی یاد بگیرند. بعد از اینکه قرآن و علوم دینی یاد گرفتند، برون هر درس دیگری هم که میخواستند بخوانند. عمارت المساجد یک آبادانی ظاهری مسجد است که کسی کار بکند، پول بدهد، یک
خشت سمنت چیز مصرف بکنم. یک آبادانی معنوی هست. با رفتن به مسجد می توانیم آن را آباد بکنیم. پنج وقت نماز در آن اشتراک بکنیم. در نمازهای جمعه اشتراک بکنیم. در نمازهای عید اشتراک بکنیم. عیدین، دو عید داریم. بر علاوه از آن در مساجد حلقه درس باشد، اعتکاف باشد، موارد از این قبیل. عبارت المساجد. آیات کریمه، آیات 17 و 18 سوره مبارکه توبه. آیات را حفظ میکنین و اینجا برای شما ترجمه هم میشه. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. برای مشرکان اجازه نیست که در حالی که بر نفس های خود بر کفر گواهی میدهند مساجد الله را آباد بکنند. بعدا ما توضیح میدهیم که آیا آبادانی ظاهری مراد هست و یا اصلا و ابدا مشرکین وارد مساجد شده نمیتونه. ما کان للمشرکین، برای مشرکان اجازه نیست ان یعمروا مساجد الله، که مساجد الله را آباد بکنند. شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که بر نفسهای خود به کفر گواهی میدهند. اولای که حبطت اعمالهم، این گروه مشرکین تمام اعمالشان حبط هست، ضایع هست، پاداش ندارند. ولی این که مسجد هم درست میکنه، میگویند که پیوتین در مسکو یکی از بزرگترین مساجد را درست کرده و آنجا رفت آن را افتتاح هم کرده. مسجدی که پیوتین افتتاح کند دیگر خیر در آن وجود ندارد. مسجد ضرار است. یک مورد. مورد دیگر، برای مسلمان های آن منطقه هم میتواند آر و شرم باشد و اصلا به او اجازه نیست که مسجد درست بکند. و اگر هم درست کرد پاداش برایش وجود ندارد تا زمانی که بر نفس خود به کفر گواهی بده و تا زمانی که مسیحی باشد پاداش دریافت کردن نمیتونه. اینطور فکر نکنین که اینها هم لایک هستند و سکولار هستند. اینها خوب مذهبی هستند. هم چی هست همی دیوانگر که در امریکا هست ترامپ، این هم مذهبی است و پیوتین هم مذهبی است. نتانیاهو هم مذهبی است. او کسی که در فرانس حکومت میکند او هم مذهبی است. خاندان شاهی انگلند هم مذهبی هستند. ملکه الیزابت. تنها کسانی که بدین هستند و سکولار هستند و بغیرت هستند حکامی که بر کشورها اسلامی حکومت میکنند. اینها دیگه بله، ما سکولار هستیم و ما لایق هستیم. دین از سیاست جدا هست، در حالی که بادارهایشان کلن مذهبی هستند. اولایی که حبطت اعمالهم، اعمال این گروه ضایع است و از بین رفته است، پاداش ندارد. و فی النار هم خالدون، در آتش جهنم جاودانند. خب برای اینها اجازه نیست، برای مشرکان، که مسجد درست بکنند. از مشرک هیچ چیز پذیرفته نمیشه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان یا همو فرد فرزان و حکیم برای فرزندش میگوید ای پسر که من با الله شریک نیاور، که امان و شرک ظلم بس بزرگ هست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک را نمی آموزد. پایین تر از آن را برای هر کس که خواست می آموزد. خب وقتی که مشرکین اجازه اعمار مساجد ندارند، پس چه کسانی مسجد آباد می کنند؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. قطعا همان کسان مساجد الله را آباد می کنند که به الله و رستاخیز ایمان داشته باشند. ایمان به الله، ایمان به قیامت و رستاخیز، و اقام صلات و نماز برپا دارد و آت از زکات و زکات بپردازد. اقامت نماز، ادای نماز بند. اقامت تا ادا فرق میکنند. ادا یک خانه پوری است. حاضری امضا کردن است و بعد پنج بار در شبان روز ما نماز. اما اقامت نماز، شرایط و ارکان آن رعایت شدن با حضور دل، با در مکان پاک نظیفی، با لباسهای پاکی، با قلب پاکی، شرایط خاصی دارد و زکات را بپردازد. زکات با صلات همیشه با هم میاد. الله عالم دیگه اینا باز چطور میکنن که کلمه و نماز و روزه و زکات خرج. کلمه، نماز، زکات، روزه خرج. این صحیح تر است. و اگر در حدیث هم آمده باشد، در حدیث حتما راوی ضبط کرده نتوانسته است.
اقام صلات و آت زکات و لم یخش الا الله و جز الله از کسی نترسد. اگر کسی از دیگری ترسید، دیگه او مسجد اعمار کرده نمیتونه، او کلیسا اعمار میکند دیگه، یا محلها و مکانهای برای عیاشی و فاحشی اعمار میکند، اما مسجد نمیتواند اعمار کند. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، چه بسا اینها از جمله هدایت یافتگان باشند، کسی که به الله ایمان داشته باشد، به رستاخیز ایمان داشته باشد، ایمانیات. وقتی که به الله ایمان داشت، دیگه به پیامبران و به کتاب ها هم ایمان داشت و نماز و زکات هم برپا بدارد، مسائل اسلامی و جز الله از کس دیگری هم نترسد، یه اشخاص از جمله مهتدین و هدایت یافتگان می باشد. سوره توبه آیات 17 و 18 آیات قطعا نمیشوند. بیاین به تحلیل لفظی، توضیح واژگان، واژه ها و کلمات مشکل تر که اینجاست. ایعمرو اعمر یعمر اعمارن اعمار با بفعال. امارت مساجد چی است؟ که مسجد بنا بشود و اگر جای تران خرابی ویرانی آمده بود درست بشه، و همچنین امارت مساجد عبادت در آن هم هست. پس ما امارت حسی داریم و امارت معنوی داریم، هر دو مراد هست در آیت کریم. شاهدین حال هست، ای مقرین و معترفین بهی، و ذلک به اظهار آثار شرک و الوثنیه. برای مشرکان در حالی که بر نفس خود به کفر و شرک اقرار میکنند و اعتراف میکنند، آثار شرک و بت پرستی را اظهار میکنند، برایشان هرگز اجازه نیست که مسجد درست بکنند. حبطت، حبطت به معنی ضاعت و ذهب ثوابها، ضایع شد و پاداش آن از دست رفت. و اقام صلات، بر پاداشتن نماز چی است؟ الاتیان بها علی وجه الاکمل، معتدلتا مقومتا بسایر شروطها و ارکانها. اقام صلات، اقامت نماز که به وجه اکمل آن را بیان، آن را ادا بکنی، شروط و ارکان آن را رعایت بکنی. ولم یخش الا الله، و جز الله از کس دیگری نترس. خشیت به معنای خوف. بیایم به سبب نزول آیات کریمه این درس، آیات 17 و 18. روایت شده است که جماعتی از سران قریش روز بدر اسیر شد، از جمله عباس ابن عبدالمطلب. او هم جزء اسرا بود. گفتیم که در غزوه بعد 70 تن از سران مشرکین اسیر شدند و 70 تن دیگر هم به قتل رسیدند. از جمله کسانی که به قتل رسیدند، ابو جهل عمرو بن هشام است، عتبه و شیبه. و از جمله کسانی که اسیر شدند، عباس بن عبدالمطلب و ولید بن ولید، برادر خالد بن ولید است. حالا عده ای از بزرگان قریش روز بعد اسیر شدند. در بین آنها عباس بن عبدالمطلب هم هست. برخی از اصحاب رسول گرامی اسلام اینها را تعییر میکرد. تعییر یعنی چی؟ یعنی به اینها طعنه میزدند، طعن میدادند، میگفتند خجالت نمیکشین، شما شرک میکنید، ابرها و گنبدها را پرستش میکنید، لات و منات و عزا را پرستش میکنید و الله رب العزت نمیپرستید، چطور یک عقیده بده بدید. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کاکای خود عباس را توبیخ میکرد، سرزنش میکرد، میگفت آیا خجالت نمیکشی در برابر برادرزاده خود، در برابر صادق امین، در برابر رسول گرامی به جنگ آمدی و صله رحم را قطع کردی؟ تو چطور کاکا هستی؟ عباس گفت شما خود اکثر بدی های ما را میکنید، شرک کردید و جنگ کردید، و چرا از خوبی های ما نمیگید؟ تذکرون مصابعنا و تکتمون محاسننا، شما از بدی های ما میگویید و خوبی های ما را کتمان میکنید. گفتن آیا شما خوبی هم دارید؟ عباس گفت آری، انا لنعمر المسجد الحرام، ما مسجد الحرام را آباد میکنیم. اگر جای از مسجد الحرام بر اثر طوفان باد بارش چیزی ویران بشه، آن را دوباره درست میکنیم، اعمار میکنیم، شکستگی ریختگی داشته باشن آن را درست میکنیم، و نحجب الکعبه،
و پردهداری کعبه را میکنیم و نسخ الحجیج و ما حجاج را می نوشانیم، نوشیدنی میدیم برای حجاج. غذا دادن و نوشیدنی دادن رفاده و سقایه از زمان قدیم برای حجاج معمول بوده است. فعلا هم میبینیم که در سعودی احترام حجاج را خیلی زیاد دارند و باید داشته باشند. برای حجاج کدام نمیتونند که منت بگذارند که ما این کار را میکنیم. وقتی که اسم خود را میگذارند خادم الحرمین باید خدمتگزار باشد. هنوز هم خیلی کم کاری میکنند. و نفک کلانی و ما اگر یک کسی اسیر باشد، دردمند باشد، او را باز میکنیم. نفک کلانی یعنی چی؟ یعنی اسیران را رها میکنیم و تلاش میکنیم که اسیرها آزاد شد. همان بود که این آیت کریمه نازل شد. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. برای مشرکان اصلا و ابدا اجازت نیست در حالی که بر نفسهای خود به کفر گواهی میدهند، یعنی هنوز مشرک هستند، مساجد الله را آباد کنند. اصلا ابدا چنین اجازه برای شما نبوده است. خیلی کار بی جای کردید. اولای که حبطت اعمالهم، اعمال شما از ریشه از بین رفته است. و فی النار هم خالدون. و اگر بر شرک مرد همیشه در آتش جهنم است. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله شرک را نمی آموزد. پایین تر از آن را برای هر کس که خواست می آموزد. البته عباس ابن عبدالمطلب کاکای رسول گرام اسلام بعدا مسلمان میشه و پیامبر علیه السلام او را در مکه ابقا می کنند تا برخی گزارش های مشرکین را به مدینه انتقال بدهد. و در فتح مکه به رسول گرام اسلام می پیوندن. عبدالله ابن عباس هم در فتح مکه، در زمان فتح مکه به همراه مادر خود و برادران و خواهران دیگر خود به مدینه هجرت میکنه. عبدالله ابن عباس خیلی خرد سن است. در آن وقت 10-11 سال بیشتر نداشت. در زمان فوت رسول گرامی اسلام تقریبا 13 ساله بود. اینکه و بیشتر درس عبدالله ابن عباس پیش کی خوانده است؟ نزد ابوبکر صدیق، نزد عمر فاروق، خصوصا از شاگردان خاص عمر است. و نزد بقیه بزرگان صحابه. عبی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو موسی اشعری. این که بعدها ما نام عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مسعود را با هم میگیریم، اینجا دیگه 1400 سال گذشته است، ما فکر میکنیم آن وقت همینا. نه، عبدالله ابن مسعود شیخ خیلی بزرگوار بوده و عبدالله ابن عباس هنوز طالب العلم و محصل بوده است. البته بعدا در زمان خود عبدالله ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن می باشد. ای بود سبب نزول صفحه 240 کتاب شد. به وقت ما در حال پایان یافتن است و احکام شرعی را در جلسه بعدی می خوانیم. در این جلسه نمی توانیم بخوانیم. خیلی خلاصه درس خود تکرار می کنیم. از کجا شروع کردیم؟ کیفیت قسمت الغنائم، چگونگی تقسیم غنائم. بعد از اینکه غنائم گرفته شد به 5 حصه تقسیم میشه. یک حصه از آن الله و پیامبر. البته فعلا دیگه رسول گرامی اسلام زنده نیست. امام ابو حنیفه میفرماید سهم ذوی القربا هم با فوت پیامبر از بین رفته است. نام الله هم برای کرامت و بزرگی آمده. به یتاما، مساکین و ابن السبیل داده میشه. فتوای امام ابو حنیفه، شیخ مذهب حنفی. امام مالک رحمت الله علیه میفرماید این سه کاتگوری، این سه دسته به خاطر مثال، به طور مثال آورده شده. میتواند امام و خلیفه، حاکم، امیرالمؤمنین در کارهای خیر و مصرف برساند همو خمس و یک پنجم خود رو. در هر کاری که میخواد. لشکر را تجهیز بکنند، اسیرها را آزاد بکنند. و یا در کارهای عام المنفعه دیگر و مصلحت است. آیا غنیمت و فی یک چیز هست؟ گفتید که یک چیز نمی‌باشد. چگونه بین غنیمت بین غانمین تقسیم می شود؟ و گفتیم که اسب سوار دو حصه و راجل پیاده یک حصه. آیا این آیت، آیت 41 سوره انفال، آیت اول سوره انفال را منسوخ کرده است؟ خیر، منسوخ نکرده است. بلکه در آیت اول سوره انفال اجمال بوده و در این آیت تفصیل و توضیح آن میگوید. القرآن یفسر بعضه بعضا. برخی از آیات قرآن
برخی از آیات دیگر را تفسیر میکند، توضیح میکنه و واضح میسازد، چنانکه اینجا چنین شد. خلاصه ای آیات کریمه، تشریع و قانون گذاری تنها و تنها حق الله است. برای احد از بشر اجازه نیست که از تلقای نفس خود، از جانب خود قانون گذاری داشته باشد. خمس در راه الله و مصرف میرسد، مصارفی که یک آیت کریمه گفته است و مجتهدین بزرگ در روشنای آن توضیح میده. غنایم بین مجاهدین بر اساس شریعت اسلامی آنطوری که در قرآن آمده تقسیم میشه. مسلمان باید فرمان الله و پیامبرش را به جای بیاورد در تمام شؤون و امور زندگی خود. روز بعد همان روز فرقان و روز جدایی بین حق و باطل است، روز جدایی بین کفر و ایمان. عنوان دیگر داشتیم عمارت المساجد برای مشرکان تا زمانی که مشرک هستند و بر نفسهای خود گواهی بر کفر میدهند اجازه نیست که مساجد الله را آباد میکنند. چرا؟ چون اعمال آنها ضایع هست، از بین رفته است و در آتش جهنم جاودانه میباشد. پس کی مساجد را آباد میکند؟ کسی مسجد را آباد میکند که به الله و رستاخیز ایمان داشته باشد، ارکان ایمان و نماز و زکات را بر پای بدارد، ارکان اسلام، و جز الله از کسی نترسد. اینها از جمله هدایت یافته کنند. بعداً به تحلیل لفظی آمدیم. 4-5 واژه و کلمه بود توضیح داده شد. البته تحلیل لفظی میتونه تفصیل بیشتر از این داشته باشه، خصوصا به اشعار زبان عرب. شما اگر در ذیل این واژه ها و کلمات به لسان العرب از ابن منظور افریقی مراجعه کنید یا به کتاب تاج العروس از زبیدی از خالقان به او کتاب مراجعه کنید، یا همین کتاب های قاموس و فرهنگ و کتاب های لغت که هست، به هر کدام از اینها که مراجعه کنید میبینید که تفاصیل خیلی زیاد میاره و اشعار عرب را برای استشهاد شاید گرفتن میاره، خصوصا جمهورت اللغت از ابوبکر ابن دره دزدی. فیروز آبادی هم در القاموس المحیط خود همین کار را میکنه. اینجا فقط به خاطر همون ساعت‌های درسی خود ما مجبور هستیم که کوتاه به پیش بریم. و بالاخره در سبب نزول هم گفتیم که برخی از بزرگان قریش در روز بعد اسیر شدن، از جمله عباس بن عبدالمطلب، و صحابه با آنها طعنه می‌زدند. از جمله علی بن ابی طالب به عباس کاکای خود میگفت که چطور در برابر پیامبر استاد می‌شوی؟ آیا خجالت نمی‌کشی؟ عباس گفت شما تنها کارهای بد ما را ذکر میکنید، کارهای نیک ما را چرا ذکر نمیکنید؟ ما مسجد درست میکنیم، مسجد الحرام درست میکنیم، ما به حجاج کمک میکنیم، آب میدهیم، نوشیدنی میدهیم و مردمان شجاعی هستیم. همان بود آیات نازل میشه که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. کی به شما گفته است که مسجد الحرام را درست کنید؟ هیچ پاداشی برای شما نداره. درس ما همینجا به پایان رسید. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.